به کار رفته در ژنتیک جمعیت داشته باشیم، قبل از ورود به مباحث اصلی درس میام یک مرور کوتاهی میکنیم بر مفاهیم ریاضی ضروری. مفاهیم ریاضی ضروری رو ما توی سه دسته تقسیم بندی میکنیم. اولینش احتمالات هست، بعدی توضیح دو جمله‌ای و در نهایت میرسیم به آزمون کای مربع. ما یک توضیح مختصر در مورد هر یک از این روش ها میدیم در حدی که برای محاسبات ژنتیک جمعیت بهشون نیاز داریم. با احتمالات شروع میکنیم. در زندگی روزمره با رویدادهایی برخورد میکنیم که علل و عوامل زیادی در وقوعشون دخالت دارن. این پیشامدها رو رویدادهای تصادفی میگیم. یک مثال واضح از رویدادهای تصادفی تعیین جنسیت جنین در انسان هست. یعنی میدونیم که جنسیت جنین یا نره یا ماده، ولی دقیقاً نمیتونیم از قبل پیش بینی بکنیم که نوزاد مورد نظر با کدوم جنسیت متولد خواهد شد. بعد از اون میرسیم به مفهوم احتمال. عبارت است از یک رویداد عددی که میزان امکان اون پیشامدهای تصادفی رو معلوم میکنه و اندازه این احتمال میتونه بین 1 تا 0 متغیر باشه. معمولا این رو با پی نشون میدیم احتمال رو و یک عددی بین 0 تا 1 هست. برای محاسبه احتمال ما یک فرمولی داریم به شکل پی برابر است با اف به روی ان، که توی این فرمول اف فراوانی رویداد مورد نظر رو نشون میده، ان تعداد کل نتایج یک آزمایش رو و پی هم که همونطوری که گفتیم میزان احتمال رو به ما نشون میده. حالا یک مثال میزنیم تا بهتر متوجه منظورمون از محاسبه مقدار احتمال بشیم. در یک جمعیت 1,000,000 نفری 100 نفر آنها مبتلا به هموفیلی هستند. احتمال اینکه در اولین برخورد با شخص هموفیل مواجه بشیم چقدره؟ در پاسخ این سوال از فرمول محاسبه احتمال استفاده می‌کنیم. گفتیم پی مساوی است با اف به روی ان، که پی مقدار احتمال رو نشون میداد و اف فراوانی رویداد مورد نظر رو. طبق اون چیزی که توی صورت سوال گفته شده، رویداد مورد نظر هموفیلی است و چون 100 نفر از اعضای جامعه‌ای که داریم راجبش صحبت می‌کنیم مبتلا به هموفیلی هستند، پس فراوانی رویداد هموفیلی 100 است. 100 رو اینجا میذاریم توی صورت کسرمون. این گفتیم تعداد کل نتایج یک آزمایش رو تعیین میکنه. توی صورت سوال ما داریم راجع به یک جمعیت 1,000,000 صحبت میکنیم. پس هر کدوم از اعضای این جمعیت به عنوان یک آزمایش در نظر گرفته میشن. پس ما میاییم کل جمعیتمون رو، تعدادش رو که 1,000,000 نفر هست رو توی مخرج کسرمون قرار میدیم. مقدار احتمالی که از این طریق به دست میاد 1/10,000 هست. یعنی احتمال اینکه در اولین برخورد با شخص هموفیل مواجه بشیم 1/10,000 هست. بعد از اون میرسیم به مفاهیم پیشامد و پیشامد مرکب. میخوایم ببینیم پیشامد یا نتیجه دقیقاً به چه چیزی گفته میشه. توی هر آزمایش ممکنه بین 1 تا چند تا رویداد وجود داشته باشه. هر کدوم از این رویدادها یک پیشامد نامیده میشه. مثلا توی هر زایمان جنسیت جنین یا نره یا ماده. بنابراین کلیه حالت‌های ممکن برای هر زایمان 2 تا پیش آمدن، یا دختر جنین یا پسر. مفهوم بعدی پیش آمد مرکب هست. پیش آمد یا رویداد مرکب به رویداد گفته میشه که از چند تا پیش آمد ساده تشکیل شده باشه. در هر زایمان تولد پسر یا دختر یک رویداد ساده به شمار میره. اما در مورد زنی که 2 قلوبار داره، تولد فرزندان بر مبنای جنسیت اونها یک پیش آمد مرکبه که از 2 تا رویداد ساده تشکیل شده. بنابراین احتمال وقوع اونها برابر با حاصل ضرب احتمال رویدادهای اونها. حالا میخواییم بدونیم پیش آمد مستقل چه تعریفی داره. رویدادهایی رو مستقل مینامیم که بروز یکی از اونها اثری در احتمال وقوع رویداد دیگه نداشته باشه. مثلا اگر فرزند اول یه خانواده دختر باشه، این رویداد هیچ تأثیری توی جنسیت فرزند دوم نداره. یا مثلا اگر توی خانواده ای پدر و مادر Go ahead.
Cái này đóng cho con đỡ. 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 Cái